تو این درس میخوایم صحبت کنیم در رابطه با ترانزیشن ها. اینکه ترانزیشن ها چی هستند و چی کار باشون میشه کرد. از ترانزیشن ها ابتدا یک معرفی که در رابطه با این ترانزیشن ها بخوایم انجام بدیم اینه که برای آخر کارهامون معمولا از ترانزیشن استفاده میکنه. بین کارها و آخر کارها. ما وقتی که یک فایل ویدئویی داریم یا یک تصویر داریم، مثلا هنگامی که ما چند تا تصویر پشت سر هم داریم، اگر من اینجا چند تا تصویر رو انتخاب کنم و اینها رو تو این قسمت درگ کنم، میبینیم که این تصاویر پشت سر هم قرار گرفتن. من اگر پلی کنم به چه صورتی میشه؟ یک تصویر تموم میشه بدون هیچ عمل کردی، تصویر بعدی و تصویر بعدی همینطور تا زمانی که تصاویری که تو صفحه داریم تموم بشه، نشون داده میشه. ترانزیشن ها میان کارمونو از این حالت یک نواختی خارج میکنه. مثلا اینجا یه لیست بازشویی داریم که حالا با انتخاب آل همه ترانزیشن ها هستن. اما اگر روی هر کدوم به تنهایی کلیک کنیم، ترانزیشن های خاصی رو برامون نشون داده میشه که مختص اون تعداد. من همه رو انتخاب میکنم. روی یکی از اینها کلیک میکنم و اونو درگ میکنم بین دوتا تصویرم. میبینید که بخشی از زمان رو اینجا گرفت و یک نمونه دیگر رو روی بین دوتا تصویر دیگه. این کار رو برای هر چند تا تصویری که تو صفحه دارم انجام میدم. من این کار رو چند بار انجام دادم تا روی تمام تصاویرم اعمال بشه. حالا اگر خط زمان رو به ابتدا برگردونم و پلی کنم، میبینیم که هنگامی که از یک تصویر میخواد به تصویر دیگه بره، تغییرات خاصی اعمال میشه. این تغییرات به دلیل وجود همین ترانزیشن ها که بین دوتا تصویر قرار دادیم. ما این کار رو روی فایل های ویدئویی هم میتونیم انجام بدیم. اما دقت کنید، اگر بخوایم روی یک فایل ویدئویی این تغییرات رو انجام بدیم، باید حتما در بخش‌های مختلف اون فایل ویدئویی برش ایجاد کنیم. به طور مثال من این تصاویر رو که اینجا قرار دادم رو حذف می‌کنم و میام یک ویدیو رو انتخاب می‌کنم از همین ویدئویی که اینجا قرار داده شده. درگش می‌کنم این قسمت. طول ویدیو رو تو اندازه بزرگترش قرار میدم. این ویدیو بازه 16 ثانیه رو شامل میشه. از این طرفم طولش رو اضافه کنم. بین صورت. من میخوام در بخش های مختلف این ویدیو ترانزیشن اعمال کنم. ابتدا لغاتی رو که میخوام برش ایجاد کنم و مشخص میکنم. هم حالت دو اسب ها که تموم میشه، میخوام یهویی به سمت تصاویر نره. تو این نقطه یک برش ایجاد میکنم. مجدد حرکت میکنم. بعد از اینکه حالا حرکت پرنده ها تموم شد، یک برش ایجاد میکنم. به مسیر ادامه میدم. مجدد اینجا برش. تا همینجا کافی. حالا ترانزیشن ها رو میارم و بین هر دو تا ویدیو یکی از همین ترانزیشن ها رو قرار میدم. حالا اگر خط زمان رو به ابتدا برگردونیم اینجا و پلی کنیم،
میبینیم که به چه صورتی داریم جا به جا میشیم. دقت کنیم این کار برای میکس عکس ها هم دقیقا میشه استفاده کرد. اینکه ما بی نهایت عکس داشته باشیم و بخوایم روی اونها یه همچین تغییراتی اعمال کنیم، یک صدا هم روی عکس ها میذاریم و شروع به میکس میکنیم. اما اینکه ما بیایم روی هر دوتا ویدئو یک ترانزیشن اعمال کنیم یا روی هر دوتا تصویر یک ترانزیشن اعمال کنیم، برای فایل هایی که تعدادش کمه خیلی مناسبه. اما برای فایل هایی که تعدادشون زیاده سخت. چطوری این کار رو روی فایل های زیاد انجام بدیم؟ برای اینکه بخوایم این تغییرات رو روی تعداد فایل بیشتر انجام بدیم، آموزش این کار رو در درس بعدی دنبال کنیم.